من فاطمه لطیفی هستم، خاله امیرحسین سعیدی نیا، که توسط وزارت اطلاعات نیروهای سپاه دستگیر شدم به خاطر اینکه فیلم و عکس ها رو از مراسم عزاداری و مصاحبه هایی داشتم با شبکه خارج از ایران، اینجوری بگم، و عکس و فیلم میفرستادم برای شبکه های خارج از ایران که اطلاع رسانی کنم در مورد مراسم و در مورد اینکه چه اتفاق بعدی توی ایران برای ما حادث شده. متاسفانه به واسطه همین کارها گرفتار شدم، به وزارت اطلاعات فراخونده شدم. بعد از چند بار تماس گرفتن و تهدید کردن من رفتم، یه چادر سیاه سرم کردن، پدر پویا بختیاری رو برای من نام بردن، اون آقایی که به عنوان بازجو اومده بود از تهران، گفتن که پدر پویا بختیاری میشناسی؟ میخوای مثل اون کنی؟ یه جایی بندازیمت که عرب نهی بندازه، ما میتونیم هر بلایی سرت بیاریم، میتونیم 24 ساعت بازداشت کنیم. کلی تهدید دیگه اون روز کردن و اون روز اون شکل گذشت با تهدید. ولی من دست از کارم بر نداشتم، دوباره فیلم و عکس رو ارسال میکردم، صحبت میکردم، چون اگر این کار رو نمیکردم کسی نمیتونست بفهمه که چه دردی به جون مردم هستش و چه اتفاقای ناگواری تو ایران افتاده. برای بار دوم منو فرا خوندن، دوباره رفتم. خواهرم خیلی مریض بود، تو خونه ما بود، خیلی بیمار بود. رفتم و من رو 24 ساعت نگه داشتم. توی اون 24 ساعت دوست ندارم بگم چه اتفاقات بدی برای من اتفاق افتاد، فقط میتونم بگم که بدترین اتفاقی که برای یک آدم میتونه باشه اون اتفاق ها افتاد. فقط یادم این بار اول که رفتم، اون بازجویی که دیدم یک آدم قد بلند و چارشونو هیکلی بود، عطر خیلی خوشبوی زده بود، یعنی بوی عطرش اونجا رو برداشته بود، عطر معلوم بود خیلی گرون قیمت، ساعتی که به دستش بود ساعت خیلی گرون قیمتی بود. اون شروع کرد به تهدید کردن، ترسوندن یک زن جوان که چرا داری افشاگری میکنی، چرا داری فیلم میفرستی، ما میتونیم باید این کارو بکنیم. خب شما که کردین. بار دوم دلم نمیخواد اصلا راجبش هیچ وقت توضیح بدم، زیاد وارد بشم، فقط بگم که آزار و اذیتی که شدم خیلی بده، خیلی آزار و اذیت های خیلی بد، آزار و اذیت جنسی، ولی خیلی بد. هیچ وقت دوست ندارم اون حادثه های بد رو یادآوری کنم یا یادم بیاد. من به مادرم گفتم، خواهرم بیمار بود نتونستم بهش توضیح بدم، بعدا برش گفتم. وقتی که متوجه شدن داشتم دیوانه می شدم، خیلی بد. من فاطمه لطیفی، خاله امیرحسین سعیدی، یکی از کشته شدگان هواپیمای PS752 به مقصد اوکراین که توسط موشک‌های سپاه مورد اصابت موشک‌های سپاه قرار گرفت و سرنگون شد. سه روز که از ما قایم کردن که چه اتفاق فاجعه‌باری رخ داده و بعد از سه روز که فهمیدیم، سر صدا کردیم، اعتراض کردیم، ما رو تحت فشار قرار دادن که چرا سر صدا میکنید، چرا امنیت ملی رو میخواین به خطر بندازید. وقتی که من رو بعد از چند روز وزارت اطلاعات سپاه گرفت، گفت چرا فیلم میگیری، چرا اغتشاش میکنی، میخوای همون بلایی که سر پدر پویا بختیاری آوردیم سر تو هم بیاری؟ ما میتونیم تو رو 24 ساعت اینجا نگه داریم، میتونیم هر بلایی بخوایم سرت بیاریم. آزار و اذیتاشون به همین هم بسنده نکردن، یعنی ما زیر نظر بودیم، شدیدا تحت نظر اطلاعات بودیم، یعنی هر کاری که من و خواهرم میکردیم، حتی پیش امیرحسین میرفتیم سر مزار امیرحسین هم گریه میکردیم، اونها ما رو میدیدن. بار اول که اومدن، ما وسط مراسم ما بودیم، هنوز خاک سپاری رو انجام نداده بودیم، از یه شماره خصوصی با من تماس گرفتن که خانم لطیفی شما هستین؟ گفتم بله. خانم فاطمه لطیفی؟ گفتم بله. گفتش که من از اطلاعات سر میزنم. گفتم من شما رو نمیشناسم، کو تشریف بیارید اینجا یه چای بیسکویت با هم بخورید. منم گفتم من شما رو نمیشناسم که همچین کاری رو بکنم. خلاصه بعد از کلی کشمکش که اومدن خونه من، میخواستم ببرن، مادرم و برادرم مانع شدن. حتی مادر امیرحسین با فرمانده سپاه صحبت کرد، گفت من در صورتی که خواهر منو ببری و آزار اذیتش بدی، من خودسوزی میکنم جلوی در سپاه. اومدن خونه خواهرم و دوباره تهدید کردن که نه، باید بیاد صحبت های یه چند تا سوال رو جواب بده. من رفتم با برادرم و
صحبتاشون رو کردن، تهدیدهاشون رو کردن، صحبت نبود، تهدیدهاشون رو کردن. یک روز نمیدونم ظهر بود یا بعد از ظهر بود که اومدن خونه ما و منو همراه مادرم و برادرم بردن و متاسفانه زیاد دوست ندارم بخوام راجع به این قضایایی که تو ایران میشه این شکل صحبت کنم، ولی خب آنچه که نباید بشه شد و بعد که من دو روز نمیدونم یک روز دو روز خیلی ناراحت بودم، فقط برای مادرم تعریف کردم، تو اون حالت نمیتونستم برای مادر امیرحسین هم تعریف کنم زیاد، چون من اونجایی که رفتم اطلاعات سپاه بود داخل کرج و داخل یه اتاق تاریک و دو تا آقا بودن، اصلا دوست ندارم فکر کنم به اون دو تا آقا، اصلا دوست ندارم ذهنم رو مشغول اینا کنم. دو تا آقا بودن یه اتاق خیلی تاریک، نمیتونم بگم چون من اونها رو میدیدم، توی اتاق تنها بودیم و چند ساعت، شاید 22 شاید 24 شاید هم 20 ساعت، دقیق نمیدونم چی بگم، ولی خب وقتی که برگشتم فقط میتونم بگم خانواده خیلی پشتیبان من بوده. ببینید اول تنها نگه میدارن، شما ترس بهت مستولی بشه، حاکم بشه که تنها هستی، تو یه جایی هستی تنهایی که نمیشناسی، بعد این اتفاق ها میاد و این تمام ماجرا خلاصه که نمیتونم توضیح بدم برای خیلی ها تو ایران، ولی این رو بدونید کسانی که در ایران زندانی میشن، چه مرد چه زن، محال ممکنه که بهشون دست رازی نشه، محال ممکنه یه بلایی سرشون نیاد، این اصلا امکان ناپذیری. یعنی یکی از حربه هایی که دولت ایران در اختیار داره شکنجه روحی و روانی و بدنی، یکی از اون حربه ها همینه و متاسفانه قربانی نمیتونه صحبت کنه چون که قربانی محکومه که چرا این کارو کردی. من پشیمون نیستم که این کارو کردم، ولی رژیم جمهوری اسلامی با آزار و اذیت دادن و این شکنجه های جسمی، روحی و جنسی که انجام میده فقط ایجاد ترس و رعب در مردم میکنه، با کشتن فقط برای ایجاد ترس و رعب که مردم بترسن بیرون نیان. برای بار سوم دوباره ما رو خواستن اطلاعات سپاه که دارید اختشاش میکنید که ما شبانه مجبور شدیم از ایران فرار کنیم. خوشبختانه دولت کانادا خیلی به ما محبت کرد، برعکس دولت ایران، برعکس آقای روحانی که من بهش رأی دادم، خیلی محبت کرد. ما از دولت کانادا واقعا سپاسگزاریم که به مورد ما رسیدگی کرد. من نمیدونم چی به اینها باید گفت، ولی اگر یک روز اینها رو ببینم حتی دلم نمیخواد توف توی صورتشون بندازم، چون اینها ارزش اون هم نداره، ولی دوست دارم محاکمه بشن، محاکمه بشن حتما توی دادگاه ها،